خاندان پهلوی از سال 1304 خورشیدی به مدت 53 سال بر ایران حکومت کردند که پایان کار این سلسله تو سال 57 و با انقلاب مردم ایران بود. با وقوع انقلاب بیشتر اعضای خانواده پهلوی از کشور خارج شدن و البته تعداد کمی هم تو ایران موندن. توی این ویدیو در مورد محل دفن اعضای خانواده پهلوی صحبت میکنیم. پس با ما همراه باشید. قبل از شروع از پایین همین ویدیو عضو کانال ما بشید و با زدن دکمه زنگوله کنارش قبل از همه از ویدیوهای جدیدمون مطلع بشید. میدونیم که رضا شاه پایه‌گذار سلسله پهلوی بود که بعد از قاجارا حکومت رو در دست گرفت و از سال 1304 به مدت 16 سال شاه ایران بود. اون اواخر شهریور 1320 بعد از 3 هفته از اشغال ایران به وسیله نیروهای متفقین کشور رو ترک کرد و به جزیره موریس تو جنوب شرق آفریقا و بعد از اون به ژانسبورگ نقل مکان کرد و تو 3 سال تبعید و در سن 68 سالگی به علت سکته قلبی توی همون ژانسبورگ از دنیا رفت. چون در اون زمان کشور درگیر جنگ و مشکلات ناشی از اون بود، به دستور محمد رضا شاه در روز 26 آبان 1323 طی مراسمی رسمی مومیایی رضا شاه در مسجد رفاهی قاهره به خاک سپرده شد و مدتی توی مصر موند تا در نهایت اردیبهشت ماه 1329 به ایران منتقل شد. پیکر رضا شاه طی تشریفاتی به حرم شاه عبدالعظیم تو شهر ری برده شد و تو محل مقبره‌ای که از قبل آماده شده بود دفن شد. رضا شاه تو طول زندگیش 4 بار ازدواج کرد. اولین همسرش مریم سوادکویی بود که در زمان زایمان تو سال 1290 خورشیدی از دنیا رفت و تو آلاشت از توابع سوادکوه مازندران دفن شد. دومین همسر رضا شاه تاج الملوک آیرملو بود. تو زمان وقوع انقلاب تاج الملوک که زنی سال خورده بود از کشور خارج شد و 1 سال بعد از درگذشت پسرش محمد رضا شاه تو سال 1360 بعد از 1 دوره طولانی درگیری با سرطان خون در مکزیک از دنیا رفت. اون تو زمان فوت 86 ساله بود و جسدش به نیویورک منتقل و در اونجا به خاک سپرده شد. توران امیر سلیمانی، معروف به ملک توران، کمی بعد از تولد تنها فرزندش غلام رضا پهلوی بود که از رضا شاه جدا شد. ملک توران بعد از وقوع انقلاب ایران رو ترک کرد و توی 2 روز از مرداد ماه سال 1374 و در سن 91 سالگی در خانه سالمندانی توی شهر پاریس از دنیا رفت و توی گورستان تیه پاریس به خاک سپرده شد. چهارمین و آخرین همسر رضا شاه عصمت الملوک دولتشاهی بعد از انقلاب در تهران موند و تو روز 3 مرداد 1374 و در سن 90 سالگی درگذشت و در بهشت زهرای تهران به خاک سپرده شد. همدم السلطنه بزرگترین فرزند رضا شاه بود. بعضی منابع میگن که اون دختر مریم سوادکوهی اولین همسر رضا شاه بوده و عده‌ای دیگه اونو فرزند صفیه همدانی میدونن. صفیه همدانی زنی بود که تو زمان خدمت رضا شاه در همدان به ازدواج موقت اون در اومده بود. همدم السلطنه تو زمان سلطنت پدرش در مجالس و محافل مطرح نبود و بیشتر وقتش رو با نامادریش تاج الملوک میگذروند و همدم اون بود. همدم السلطنه بعد از انقلاب از کشور خارج نشد و تو سال 1371 از دنیا رفت و تو امامزاده طاهر کرج به خاک سپرده شد. شمس یا خدیجه پهلوی، دومین فرزند رضا شاه از همسرش تاج الملوک آیرملو بود که با بالا گرفتن انقلاب ایران به همراه همسر و مادر سالخوردهش
از کشور خارج شد و تو تاریخ دهم اسفند ماه سال 1374 خورشیدی و در سن 78 سالگی توی شهر سانتا باربارای کالیفرنیا درگذشت و گفته شده که طبق وصیتش به آیین مسیحیت تو همون کالیفرنیا به خاک سپرده شده. محمد رضا پهلوی سومین فرزند رضا شاه از همسرش تاج الملوک بود که بعد از رضا شاه به سلطنت رسید و 37 سال بر ایران حکومت کرد. اون توی دی ماه 57 به دنبال اوجگیری انقلاب مجبور به خروج از کشور شد. به همراه همسرش فرح دیبا و 4 فرزندش توی قصری در مصر ساکن شدند. ولی مهمانی مصر زیاد طول نکشید. محمد رضا شاه پهلوی تو روز 5 مرداد ماه سال 1359 به علت ابتلا به بیماری سرطان در سن 61 سالگی توی بیمارستانی در شهر قاهره از دنیا رفت و 2 روز بعد از فوتش طی مراسمی رسمی پیکرش تو مسجد رفاهی قاهره به خاک سپرده شد. شاهدخت اشرف پهلوی 4 فرزند رضا شاه از همسرش تاج الملوک آیرانلو بود که تو روز 17 دی ماه سال 1394 به علت کهولت سن و به مرگ طبیعی توی مونته‌کارلو واقع در منطقه شاهزاده نشین موناکو از دنیا رفت و همونجا هم به خاک سپرده شد. شاهپور علیرضا پهلوی 5 فرزند رضا شاه از همسرش تاج الملوک آیرانلو بود. زندگی کوتاه این جوان 32 ساله فراز و نشیب زیادی نداشت، ولی ماجرای مشکوک کشته شدنش توی سانحه هوایی سر و صدای زیادی به پا کرد. اون تو شب 4 آبان ماه سال 1333 با هواپیما از ملکش توی گرگان به سمت تهران حرکت کرد که نزدیک کوههای تهران هواپیماش دچار نقص فنی شد و سقوط کرد و پیکرش تو شهر ری و در حرم عبدالعظیم به خاک سپرده شد. ششمین فرزند رضا شاه شاهپور غلامرضا پهلوی از همسرش ملکه توران بود که 1 سال قبل از انقلاب از کشور خارج شد. اون که سالای زیادی از عمرش با بیماری سرطان لنفاوی درگیر بود، در نهایت تو روز 17 اردیبهشت 96 و در سن 94 سالگی در بیمارستانی توی شهر پاریس از دنیا رفت و در گورستان تیه پاریس در کنار مقبره مادرش ملکه توران به خاک سپرده شد. شاپور عبدالرضا پهلوی 7 فرزند رضا شاه از همسرش عصمت الملوک بود که بعد از انقلاب ایران تو سال 57 به همراه خانواده‌اش کشور رو ترک کرد و مدت‌ها هیچ کس از محل زندگیش اطلاع دقیقی نداشت و گفته شده که حتی نام خانوادگیش هم تغییر داده، که در نهایت تو سال 83 توی فلوریدای آمریکا از دنیا رفت و همونجا هم به خاک سپرده شد. هشتمین فرزند رضا شاه شاهپور احمد رضا پهلوی از همسرش عصمت الملوک بود که تو دوران زندگیش توی ایران کمتر توی دربار حاضر میشد. احمد رضا و خانواده‌اش بعد از انقلاب به پاریس رفتند و تو سال 60 و زمانی که 56 سال داشت به علت ابتلا به سرطان خون از دنیا رفت و تو همون شهر پاریس هم به خاک سپرده شد. محمود رضا پهلوی 9 فرزند رضا شاه از عصمت دولت شاهی بود که بهمن 57 کشور رو ترک کرد و 25 اسفند 79 در کالیفرنیای آمریکا از دنیا رفت. فاطمه 10 فرزند رضا شاه از همسرش عصمت الملوک بود که بعد از انقلاب مدتی ساکن پاریس بود. بعد به خاطر درمان بیماری سرطان به لندن نقل مکان کرد. در نهایت تو سال 66 و زمانی که 59 سال داشت تو لندن از دنیا رفت و همونجا هم به خاک سپرده شد. آخرین فرزند رضا شاه حمید رضا بود که به خاطر ارتباط نداشتن با خانواده پهلوی بعد از انقلاب تو تهران موند.
مدتی زندانی شد و در نهایت تو سال 71 بر اثر بیماری فوت کرد و توی بهشت زهرای تهران دفن شد. برسیم به خانواده محمد رضا شاه پهلوی، آخرین شاه ایران. اولین همسر محمد رضا شاه ملکه فوزیه دختر پادشاه مصر بود که ازدواجشون دوام زیادی نیاورد و بعد از چند سال از همدیگه جدا شدن. فوزیه تو سال 92 و زمانی که 91 سال داشت در مصر از دنیا رفت و توی شهر قاهره به خاک سپرده شد. ثریا اسفندیاری دومین همسر محمد رضا شاه بود که بعد از 7 سال زندگی مشترک تو سال 1336 از شاه ایران جدا شد و کشور رو ترک کرد و تو سن 69 سالگی و در سال 80 بر اثر ایست قلبی توی آپارتمانش و در شهر مونیخ آلمان از دنیا رفت. میدونیم که دو فرزند محمد رضا شاه علیرضا و لیلا هم بعد از فوت پدر از دنیا رفتن. علیرضا سومین فرزند محمد رضا شاه از همسرش فرح دیبا بود که تو دیماه 57 به همراه خانواده‌اش کشور رو ترک کرد و پیدا شدن جسدش تو روز 14 دیماه سال 1389 در منزل شخصیش توی بوستون آمریکا ایرانی‌های سراسر جهان رو شوکه کرد. علیرضا وصیت کرده بود جسدش سوزونده بشه و خاکسترش به یاد ایام خوش دوران کودکی به دریای خزر ریخته بشه. شاه دخت لیلا پهلوی کوچکترین فرزند محمد رضا شاه. لیلا حدوداً 10 ساله بود که ایران رو ترک کرد و در روز 20 خرداد ماه سال 1380 و زمانی که فقط 31 سال سن داشت توی اتاق هتلی در لندن با خوردن داروی خواب‌آور اقدام به خودکشی کرد و به زندگیش پایان داد. لیلا در کنار آرامگاه مادر بزرگش فریده قطبی تو گورستان پاسی و در شهر پاریس به خاک سپرده شد. مرسی از این که تا این لحظه همراه ما بودید. لطفاً نظراتتون رو پایین همین صفحه با ما به اشتراک بذارید. راستی اگه هنوز عضو کانال ما نشدید خوشحال میشیم با عضویتتون از ما و فعالیت هامون حمایت کنید.